سلام دوستان، بعد از آشنایی بسیار مقدماتی با بحث ارثوری در زبان C#، حالا میخوایم همین کاربرد ارثوری رو با یک مثال بسیار بسیار ساده براتون توضیح بدیم. اما مثال ما به چه شکلیه؟ مثال ما میگه برنامه‌ای بنویسید، 5 نمره دانشجویی را گرفته و آنها را به صورت مرتب سازی شده در خروجی نشان دهد. سپس تعداد مردودین کلاس را بازگرداند، یعنی تعداد مردودین کلاس اون افرادی که نمره کمتر از 10 گرفتند رو هم برای من نشون بده. حالا برنامه نویس ابتدایی، اون فردی که هنوز در کورس اول برنامه نویسیه، میاد و مثلا از ساختار آرایه استفاده میکنه، جستجوی خطی رو داره، بعد میره سرچ میکنه، الگوریتم های مثلا مرتب سازی رو پیدا میکنه، اینها رو با مثلا روش درجی مرتب سازی میکنه، خلاصه درگیر نوشتن کدهای بسیار زیادی خواهد بود. اما شما در کلاس حالا برنامه نویسی پیشرفته یا برنامه نویسی مبتنی بر اشیا، حالا جایی که ما یک مقدار برنامه نویسی بلدیم و ساختارهای داده‌ای رو هم یاد گرفتیم، هیچ وقت همچین کاری نمی کنیم. ما میگیم خب برای حل این مسئله ما بیایم از چی استفاده کنیم؟ از یک کلاسی بایستی استفاده کنیم. خب چه کلاسیه؟ اجازه بدید اون مثال‌های قبلیمون رو پاک کنیم. پس دیگه کلاس پرسون و کلاس استودنت که برای مثلا ارثوری توضیح داده بودم رو پاک کنم. اینجا میام میگم خب الان من بایستی یک کلاس بنویسم. ببینید در برنامه نویسی پیشرفته ما همیشه به دنبال نوشتن ابزارها هستیم، نمیایم مستقیما در داخل حالا مثلا تابع مین کد بنویسیم. پس من می‌نویسم کلاس تست. حالا یکی از ساده ترین کارها اینه که بیایم اینجا دقیقا همون الگوریتم ها رو تعریف کنیم. اما من میگم ما کدوم ساختار داده ای رو داریم که میتونیم برای حل بخشی از مسئله از اون استفاده کنیم. اینجا ببینید مثلا ترتیب ورود و خروج برای ما مهم نیست که بگیم پشت است یا مثلا صفها هستن. یک لیست بسیار بسیار ساده این کار رو برای من انجام میده. اگه آرایه هم باشه باز ما میتونیم از آرایه هم استفاده کنیم. اگه نمیدونید ساختارهای آرایه و لیست در C# به چه شکلیه، ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. پس من اینجا به سادگی می نویسم مثلا یک لیست میخوام تعریف کنم. یکی از ساده ترین کارهایی نمی نویسم مثلا از نوع مثلا لیست فلان نامز و الاخر. اما میام از ارثوری استفاده میکنم، یه دو نقطه میذارم اینجا، مینویسم این ارثوری میکنه از لیست هایی که مثلا دبل هستند. دبل به معنی اعداد اعشاریه. ببینید کلاس تست من الان تبدیل شد به کلاس لیست، یعنی تمامی خصوصیات کلاس لیست ها رو این ارثوری کرده. خب یعنی من در همین کلاس پروگرام میشتم اینجا بنویسم از نوع تست آبجکت من مساوی نیو تست، بعد به دنبالش بنویسم مثلا obi dot مثلا add 12.5. ببینید من میتونم دقیقا این کار رو انجام بدم. اما به جای اینکه اینجا کثیف کاری کنم، میام برای این متد سازنده در نظر میگیرم. پس بنویسم public test. اگه در مورد متدهای سازنده نمیدونید، حتما ویدیوی مربوط به متدهای سازنده در بحث object oriented programming رو ببینید. public test. الان اینجا من میام و یک عدد در نظر میگیرم، int n. چرا n؟ چند تا عدد رو میخواییم از کاربر بگیریم؟ فعلا گفته 5 تا، شاید در آینده بخواییم تعداد رو کم یا زیاد بکنیم. پس بنویسم for int i مساوی 0، i کوچکتر است از n، i++ plus plus this dot add. خب this dot add، الان بایستی یه چیزی رو از کاربر ما بگیریم. مثلا چی؟ مثلا کنسول دات ریدلاین بکنیم. پس من می‌نویسم convert کن تو int 32 کنسول دات ریدلاین. خب پس this.add
به این چی اضافه کن؟ چیزی که از کنسول میگیری. حالا میتونستید یک لیست هم در نظر بگیرید، اونو ارسال کنید و الاخر. خب من فعلا کاری ندارم، فرض میکنم در حد کنسول اپلیکیشن این خواهد موند. اینا رو شیفت دادم که شما بتونید بقیه کد رو هم ببینید. پس متد سازنده من اینجا میاد چه کاری انجام میده؟ میاد نمرات رو میگیره. حالا به دنبال این، بعد از اینکه این نمرات رو گرفتیم، خب من میتونم به سادگی مثلا اینجا بنویسم 5. خب من به سادگی میتونم بنویسم ob.sort، یعنی تمامی این نمراتی که الان از کاربر گرفته شده سورت بشه، مرتب سازی بشه. اما چی موند؟ تعداد مردودی موند. این چیزیه که، یعنی متدیه که من بایستی در کلاس تست بنویسم. پس کلاس تست من ارسبری کرده از لیست هایی که عدد های اعشاری هستن، بعد متد سازنده رو ببندم، اینجا می نویسم public. خب تعداد چیه؟ تعداد عدد صحیحه، int show fail، پارامتری هم نمیگیره. بعد اینجا می‌نویسم int c مساوی 0، یک شمارنده ای در نظر گرفتم، یا مثلا میتونیم بنویسیم fail c مساوی countش. اینجا من این قوانین رو رعایت میکنم، شما میتونید بعدا بنویسید مثلا c. بعد اینجا می‌نویسم for each، خب double i in this if i کوچکتر است از ده fail count plus plus fail count plus plus. بعد از اینکه دیگه این حلقه من تموم شد، می نویسم return fail count، return fail count. پس یک شمارنده ای در نظر گرفتیم، تمامی اعضای این لیست رو پیمایش خواهیم کرد و بعدا اگه این نمره کمتر از 10 بود، یک واحد به این اضافه میکنیم و این رو ریترن خواهیم کرد. پس من به سادگی میتونم در برنامه اصلی بعد از اینکه این رو نوشتم بنویسم مثلا console.writeLine ob. ببینید درسته یک مقدار طول کشید تا من این کلاس تستم رو بنویسم، اما تمیزی برنامه رو نگاه کنید. جایی که من میخوام از این استفاده کنم، در 3 سطر فقط این رو تعریف کردم و متدهای لازم رو فراخوانی کردم. حالا در ویدیوهای بعدی آموزش‌های بیشتری در مورد کاربرد ارسبری در برنامه نویسی خواهیم دید.